وزارت‌های امور داخله، مالیه، معارف، احیا و انکشاف دهات، اطلاعات و فرهنگ، امور زنان، صحت عامه و ریاست بانک مرکزی نهادهایی هستند که از چند ماه به این سو از سوی سرپرستان اداره می‌شوند. تداوم کار سرپرست وزرا خلاف قانون اساسی و قانون سرپرست است و از طرف دیگر ادامه کار آنها مشروعیت حکومت را شدیداً زیر سوال می‌برد. از میان این نهادها مجلس نمایندگان حدود 8 ماه پیش به رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف، حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان، طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، مجیب الرحمن کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات و اجمل احمدی رئیس بانک مرکزی رأی اعتماد نداد. هر چیز زودتر همی کسایی که سرپرست وزیر هستند رأی نگرفتن اینا رو برکنار کنه، با عوضشان وزیرای نو بر ما معرفی کنند. حقوقدانان میگویند که حکومت به گونه عمدی نامزد وزیران تازه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمیفرستد. ادامه کار سرپرستا به هیچ وجه سابقه قانونی بیشتر از دو ماه نداره و نه تنها که نداره، میتونه که این فسادزا باشه. از سوی دیگر به تازگی در بخش‌هایی از حکومت رئیسان تازه‌ای گماشته شدند. رئیس جمهور در دستوری کبیر عیساخیل مشاور امور حقوقیش را چون رئیس اداره ملی تدارکات و صدیق الله فهیم را مشاور امنیت ملی در امور سیاسی و مردمی گماشته است. حکومت افغانستان در فرصت مناسب نامزد وزیران جدید را جهت گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهد کرد. بر بنیاد قانون سرپرستان در نهادهای دولتی تنها می توانند برای دو ماه از این نهادها سرپرستی کنند و حکومت باید پس از این مدت نامزد وزیران یا رئیسان این نهادها را معرفی کند. قانونگذاران می گویند که دامه کار سرپرست وزیران وزارتها را آسیب می زند و شماری از این سرپرستان به کارهای غیر قانونی چون برکناری ها و استخدام ها نیز دست زدند.